یو چطور این بچه ها؟ من تپلیزم و خیلی خوش اومدید به پارت پنجم سریه ملنیوم داونمون. بچه ها، سر این که الان بتونم بیام بشینم این ویدیو رو رکورد کنم، جدی دهن من سرویس شده. مادم پریده بود الکی و ببین با توف درستش کردم، یعنی الان هم بازیمون هم مادمون به توف بنده و اگه از بازی بیافتیم بیرون ممکنه که دیگه دوباره بالا نیاد و سر این موضوع باید تمام احتیاط‌های ممکن رو بکنیم تا رکوردمون با شکست مواجه نشه بچه. ولی برای این پارت بچه کارهای مهم میداریم. اگه یادتون باشه پارت قبلی ما اومدیم از اینجا برنامه یمن رو هم استارت زدیم و اوکی، احمدی نژاد هم در انتخابات برنده شد، خیلی هم خوب. ولی آره، پارت قبلی برنامه یمن رو استارت زدیم و این هم آخرین ساپورت ما از انصار الله که دیگه بره برای انقلاب. ولی از اون بر آذربایجان و پاکستان هنوز مونده که توی این پارت باید هر طوری که هست این دوتا رو هم تموم بکنیم تا یونایتد اسلامیک ریپابلیک رو تشکیل بدیم. این بچه اصلی ترین هدف ما برای این پارته و بدون معطلی بریم بزنیم یه مقدارم کارخونه مردمی توی کشور ساخته بشه. نظامی هم نیاز داریم البته، چند تا هم نظامی میزنم و از بخش پروداکشن هم همه چیز درست به نظر میاد و من میخوام که یک مقدار پهباد هم در کشور تولید کنیم، هم پهباد هم فایتر. ما میتونیم F14 تامکت تولید کنیم که اصلا منطقی نیست چجوریش، ولی خب بازی اجازه این کار رو انگار به همون میده، پس انجامش میدیم. F14 خیلی جنگنده خوبیه. از بخش جاسوسی بچه ها، جفت جاسوس همونو توی اسرائیل دستگیر کردن متاسفانه و دیگه جاسوسی نداریم. حالا حالاها هم نمیتونیم داشته باشیم، ولی بذارید ببینم از اینجاها. آها، اینو بزنیم انجام بشه، این سولار پنل ها رو هم بزنیم انجام بشه، البته که این توربینه، مربوط هست به توربین. در هر صورت این رو هم بزنیم برامون باز بشه و از بخش دیسیژن. آیا احمدی نژاد رو کجا بفرستیم؟ جایی نمیتونیم بفرستیم. بزنیم اکونومیک پلنش تغییر کنه فعلا و از اون بر بیایم پایین تر تا ببینیم چیزی میتونیم ببینیم که نه، یه مقدار فقط نفوذ روسیه رو بیاریم پایین تر و تمام. این ورم که حزب الله و اسرائیل با هم درگیرن و ما هنوزم نمیتونیم لبنان رو پاپت خودمون کنیم، این خیلی بده. ولی از این بر نفوذمون توی حزب الله 94%، بالاتر هم میبریمش و اوکی، بیایم اینجا اوضاع پاپتا رو چک کنیم که اینها دارن به سمت استقلال حرکت میکنن، این خیلی بده. ولی خب دیگه این پارت آخره و مطمئنن اگر یونایتد اسلامیک رپابلیک رو تشکیل بدیم دیگه این مشکلات به پایان میرسه. ریسرچمون هم انجام شد، بزنیم یه ریسرچ جدید واسمون انجام بشه که اینو میزنم فعلا. ولی از اون بر بعد منتظر بمونیم تا این فوکس واسمون انجام بشه. اقتصاد رو هم یه سر با هم دیگه ببینیم که اوضاعش تعریف چندانی نداره جدی، ولی خب بحثی که هست مالیاتمون خوبه، پایینه. فساد اداری هم رسیده به لول 2، میتونیم بیاریمش روی لول 1 که خیلی خوبه. تقریبا میشه گفت اون زمان تمام بانسای منفی از روی کشورمون برداشته میشه که حتما این کار رو انجام میدیم و این هم از فوکسمون. بخش یمن هم بچه کامل تموم شد. من میرم سر وقت آذربایجان. آذربایجان رو هم انجام بدیم، تموم بکنیم. پاکستان رو هم همینطور و در نهایت اتحادمون رو تشکیل بدیم. از اونجایی که سی پی و پولیتیکال پاور هم داریم، بهتره که افیسر کورپسامون رو انتخاب بکنیم که این هم از این و استراتژی جنگی فعلا بهمون بازی نمیده. ولی از اونور میتونیم اسپریت برای ارتشمون انتخاب بکنیم. اینجا رو بچه‌ها خیلیاتون بلد نیستید که سعی میکنم الان یه مقدار بهتون یاد بدم. ببینید، بولد اتک همیشه یکی از بهترین گزینه هاست. اگه بلد نیستید و نمیدونید چی میخواید، همین بولد اتک رو مثلا برای اولی بردارید. برای مثال اینجا این مورد میاد به آرمی لیدر، به رئیس ارتش 50% شانس میده که یه دونه پلنینگ اند لوجستیکش لول اپ بشه. اوکی، این اصلا خیلی تخصصیه. یا این یکی میاد آرمی اینتلیجنس تو آدر رو 15% کاهش میده. اینا یه مقدار بچه رو ببینید تخصصی هن و میتونن اذیتتون کنن. این مورد رو من بهتون پیشنهاد میدم، بولد اتک رو بهتون پیشنهاد میدم، آرت آف وار رو هم بهتون پیشنهاد میدم، لند دکتوریان کاست رو کاهش میده. ولی خب من خودم این مورد رو انتخاب میکنم در لول بعدی. این یکی رو انتخاب میکنم چون میاد بهمون پلنینگ
اسپید میده و برای گزینه دوم از بین همه اینها این گزینه بهترینه و برای گزینه سوم هم رزرو آفیسر گزینه خوبیه، دیویژن ترینینگ تایم رو کاهش میده، یا برای مثال لوجستیکال فوکس هم خوبه. ولی خب بین فیکسیبل اورگانایزیشن و رزرو آفیسر یکی رو باید انتخاب بکنید. این دیویژن اسپید میده، این یکی دیویژن ترینینگ تایم میده، که من دیویژن اسپید رو ترجیح میدم و تمام. اینا رو همینطوری چیدیم. برای نیوی و ایرفورس هم همینطوری باید انتخاب بکنید، که فعلا حالا من نمیخوام اونها رو انتخاب بکنم. از بخش دکتریان هم یه مقدار باید اینا رو جلو ببریم، البته که اکسپی چندانی نداریم، ولی خب باید اینها رو انجام بدیم فعلا، ولی دست نگه داریم دیگه. آره، هر وقت اکسپیمون بیشتر شد انجامش میدیم. جاسوس هم که نداریم، فوکس آذربایجان هم داره انجام میشه و از بخش دیسیژن هم خبری نیست. ولی کینگ فهد مرد، یا کینگ فهد مرد، نمیدونم، در هر صورت فکر کنم پادشاه اینجا مرد، شاید هم برادر پادشاه اینجا مرد، شاید هم پادشاه یه جای دیگه مرد، نمیدونم. اینها رو به هر حال ما اطلاعی نداریم، ولی خب یکی مرد که خدا بیامرزه. ولی بذارید ببینم یه سری گزینه مزینه اینجاها هست، اینا رو یه چکی با هم دیگه بکنیم که اینو کار نداریم، اینم اقتصاده، برو به کارت، این یکی چیه، اینم کاری نداریم. و عرضم به حضورتون چه اینجاها خبری نیست، ولی خب اعتراضات رو یک چکی بکنم که 0-0 اوزالیه. نفوذمون رو توی قرقیزستان چک کنم که 34% بدک نیست، میتونیم در آینده پاپتش کنیم. ولی بحث قضیه اونجاست که روسیه چنبره زده رو اینها و به این راحتی ها نمیذاره ما به دستشون بیاریم، ولی خب ما هم حواسمون بهشون هست. افغانستان هم نفوذمون به 86% رسیده و خوبه، یه گارانتیش هم بذار بکنیم، یه اینفلوئنس هم روش بزنیم. و دیگه جونم واسه تون بگه که الان باید منتظر بمونیم، فقط همین، فقط همین. فکر کنم جذابیت خاصی هم برای شما نداشته باشه اینجای بازی، چون من هی باید منتظر بمونم فوکس انجام بشن، بیام از اینجا برم سراغ فوکس بعدی. هزینه گزافی هم قرار داشته باشه ها این فوکس ها بچه ها، احتمالاً بدهیمون به 2000 بیلیون برسه توی این پارت، ولی خب توی پارت های آینده این مورد رو جبران میکنیم. الان کل هدف ما تکمیل کردن این لیست، تموم شد و رفت. و خب بچه ها از کات قبلی حدوداً 5 دقیقه میگذره، ما آذربایجان رو هم کامل کردیم و الان نوبت میرسه به فوکس پاکستان. بدهیمون هم رسیده به 1057 بیلیون دلار که افتضاحه، و فوکس پاکستان هم هزینه کمی ندارن، 84 بیلیون اینجا، 63 بیلیون پایین تر، 5 بیلیون اینجا، و در نهایت هم 54 بیلیون هزینه قرار داشته باشه واسه ما. ولی خب از اونجایی که فوکس های آذربایجان رو انجام دادیم، نفوذمون رسیده به 21% که خیلی نفوذ خوبی نیست، ولی خب مطمئنن دیگه قرار از پس همه اینها بر بیاییم. وضعیت اروپا رو هم با هم دیگه بچه ببینیم. توی اروپا رومانی از هم پاشیده و به دو کشور تبدیل شده، این بالا ترانسیلوانیاست، این پایین هم والچیا یا همچین اسمی، مولداوی هم که این بالاست، و از این بر بریتانیا به ایرلند هم حمله کرد و پاپت خودش کرده. و دیگه جونم واسه تون بگه که خبر خاص دیگه ای توی اروپا نیست. توی چین هم همینطور خبر خاصی نداریم، ولی خب تا دقایقی دیگر خبرهای اصلی قراره که توی ایران باشه. من دوباره از اینجا کار به بعد و دیگه بچه کات میزنم، این فوکس ها واسه مون انجام بشن. اوضاع دنیا هم داره به هم میریزه ها، از جنگ داخلی بگیر تا افت قیمت نفت. و اوه اوه اینجا رو ببینید بچه ها، وانگر گروپ، شبه نظامی های وانگر اینجا واسه خودشون خاک دارن، باورم نمیشه. اوکراین کمونیستی شده و امریکا بهش حمله کرد. ولم کن، ولم کن، دنیای عجیبیه، دنیای عجیبیه. بعد اوکراین کمونیستی با روسیه توی فکشنه. قزاقستان هم باز از ما وام میخواد 40 بیلیون که بهش میدیم و
آجی من تو لعنت بر پدرت، نفوذ 18 درصدی هم من میخوام بر چی آخه؟ یه نفوذ درست حسابی گنده بهمون نمیده متاسفانه. ولی خب در هر صورت بچه ها به نظر من بازم منتظر بمونیم اینا هم انجام بشن، بریم یونایتد اسلامیک ریپابلیک رو دیگه تشکیل بدیم دیگه. که اوکی، فوکس اولمون انجام شد. فوکس بعدی مربوط هست به صادرات گاز و الکتریسیته به پاکستان، چون پاکستان همونطور که میدونید مشکل انرژی داره و سر همینه که اصلا از ایران بهش بنزین قاچاق میشه و الان ما قراره که بهشون گاز و الکتریسیته بدیم تا وابستشون کنیم. برو بریم باقی فوکس ها رو من انجام میدم و وقتی تموم شد برمیگردم پیشتون. و اوکی بچه، ما بالاخره فوکس های پاکستان رو هم انجام دادیم و اگه دقت کنید اینجا دیگه فوکسی برای انجام دادن نداریم به جز یونایتد اسلامیک ریپابلیک. ولی بحثی که هست میگه که آقا نفوذت باید بالای 70 درصد باشه توی اون کشور. ما الان به نفوذ بالای 70 درصد در یمن، آذربایجان و پاکستان نیاز داریم و این چالش اصلی ماست. ما الان بیایم از اینجاها بزنیم یه فوکس دیگه واسمون انجام بشه که مربوط هست به تراکتور سازی و ماشین سازی تبریز که خیلی هم خوبی یه دونه کارخونه مردمی بهمون میده. ولی از اون ور بحثی که هست، ما به خاطر فوکس هایی که انجام دادیم تونستیم اینا رو بیاریم توی فکشن. ولی من چقدر الان باید پول بدم، سلاح بدم به اینا؟ یمن که جفتش هم ریجکت کرد، پاکستان چطور؟ پاکستان اکونومیک آید قبول نمیکنه و هولی از فکشنمون هم لف داده است. یه فکشن ما وای نساد. ولی خب از اون ور یه گارانتی روی آذربایجان من میزنم. و الان اصلی ترین چالش ما رام کردن این هاست. یعنی چالش گنده تر از این دیگه بازی نمیتونست جلو راه ما قرار بده. یعنی گنده ترین چالشی که بازی میتونست رو جلوی ما گذاشته. ما الان این ست کشور رو چجوری به اینفلوئنس 70 درصد برسونم؟ حالا یمن یه حرفی، آذربایجان هم یکی دو بار از ما وام خواسته، نفوذمون رفته بالاتر. ولی پاکستانو من چیکار کنم؟ حتی حاضر نشد توی فکشنمون بمونه. این چالش جدا بزرگیه بچه. ولی خب بازم از اونجایی که براتون جذابیت نداره و اگه بخوام ویدیوش کنم عین عراق یه پارت کامل طول میکشه، ترجیحاً برم ببینم چیکار میتونم بکنم دیگه. یه نیم ساعت آف رکورد بازی کنم ببینم اینم چی میشه. بعد هی دم به دقیقه این گزینه رو بزنم اینفلوئنسمون بره بالاتر. ولی بچه من دوره افتادم، کشورها رو یکی یکی دارم گارانتی میکنم هر کی که اطرافمون هست. این مورد به خودی خود یه مقدار میشه گفت نفوذ ما رو در اون کشور بالاتر میبره. یه امپرولیشن هم روی آذربایجان میزنم، فوکسمون هم انجام شد، یه اینفلوئنس دیگه هم روش میزنم و بریم برای فوکس بعدی که ترجیحاً از بخش وزارت اطلاعات میزنم بیس آذربایجانمون راه بیفته. سر پاکستان هم که اوضاع خوبی نیست، هیچ کمکی هم از ما نمیخواد لعنتی، ریجکت میکنه. ما حتی میخوایم بهش وام هم بدیم ریجکت میکنه، این بده. ولی خب در هر صورت من این سه تا کشور رو این پارت باید رام کنم هر طوری که هست. بچه من بیس اداره اطلاعاتمون رو توی آذربایجان، ترکیه، اسرائیل و عربستان راه انداختم. بعد آن بازی فوکس های جدید تری بره بهمون میده که به وسیله اونها میتونیم توی این کشورها اعمال نفوذ هم بکنیم. ولی از بخش جاسوسی هم من دو تا جاسوس جدید خیلی سریع باید استخدام بکنم و بفرستم کجا؟ بفرستم پاکستان، چون ما توی پاکستان باید بوست ایدئولوژی داشته باشیم. باید فوکسمون هم که بچه انجام شد، فوکس بعدی هم باز میاد نفوذ ما رو میبره بالاتر. ولی خب شرایطی داره که فعلا نمیتونیم انجامش بدیم، پس میریم سر وقت کی؟ میریم سر وقت فوکس های دیگه. بذار ببینم چیزی مربوط به یمن یا پاکستان من میتونم پیدا بکنم یا نه، که متاسفانه من چیزی نمیبینم. ولی خب توی همچین شرایطی به نظر من بایستی بیایم سر وقت فوکس های پلیس، چون بهمون هم استابیلیتی میده هم چیزای دیگه. و این هم از جنگ سال 2006 لبنان که دوباره شروع شده و اسرائیلی ها دارن اذیت میکنن، پس ما باید بیایم از اینجا و بزنیم حزب الله حسابشون رو برسه قشنگ. ولی سر آذربایجان نفوذمون رسیده به 37 درصد. اکونومیک آید قبول میکنی که کرد، نایس. خیلی شهر عجیبیه، هم پول میدیم و هم باید خوشحال بشیم که پولمون رو قبول میکنه. منم که با بدبختی تمام دارم تایم رو میگذرونم تا بلکه یه اتفاق بیفته جدی، فقط همین. نفوذ ایران در آذربایجان به حد خوبی رسیده. اوکی 54 درصد. سلاح هم لطفا قبول کن.
لطفاً ماشین میدم بهت. ریجکت کرد. حیف. ولی آره دیگه. هیدم به دقیقه دارم به این کشورا چیز میز میدم که این نفوذه برسه به 70%. و الان نیم ساعته که دارم همین کارو انجام میدم فقط. کانادا هم با کبک وارد جنگ شد. بچه جالبه. کبک از کانادا میخواد جدا بشه. دارن با هم میجنگن. دنیای عجیبیه. اقتصادمون رو ببینید بچه ها. 2500 بیلیون ما الان بدهی داریم و این سر اینه که من برای بالاتر بردن نفوذمون مجبور شدم بدهیای این کشورها رو هم بدم. یعنی دیگه ببین اصلا به چه حدی رسیدیم. ولی خب نگران هیچی نباشید. خیلی شهر عجیبیه بچه. الان یک ساعت و نیمه که دارم ویدیو رکورد میکنم و هنوزم به جایی نرسیدیم. ولی بحث قضیه کجاست؟ بحث قضیه اونجاست که نفوذ ما توی قرقیزستان رسیده به 95%، توی تاجیکستان به 83%، اینور اینجا کجاست؟ قزاقستان 24%. و عجیبه اصلا اون کشورهایی که ما نمیخوایمشون همچین نفوذی داریم توشون. بعد از اونور سر آذربایجان تازه 63%. یعنی دارم زجه میزنم برسونمش فقط به 70 که اون فوکس رو انجام بدم و این پارت به پایان برسه. پیرام فکر کنم سرش قرار در بیاد، مطمئنم. ولی خب اگر این پارت کوتاهی بود من رو ببخشید، چون خام طولانی الان من داره دهنم سرویس میشه. بحثی که هست بالا بردن نفوذ تو این کشورا کار سختیه. و اوکی بچه، بدبختیمون کم بود، توی افغانستانم طالبان سرکلش پیدا شده. یعنی من دردمو به کی بگم؟ سری باید نیروی ازام کنیم اینجا، طرفای جلال آباد بریم اونا رو جمع کنیم، یه جوین وارم بزنیم برای این احمقا. یعنی همینمون کم بود. اگه یکی از این کشورهای ما توی جنگ باشه ما نمیتونیم اون چیزی که میخوایم رو تشکیل بدیم و این اصلی ترین مشکل ماست. نفوذمون به حد خوبی رسیده، همونطور که میبینید 66% برای مثال فقط تو آذربایجان. کلی سرمایه گذاری کردم، کلی خرج کردم. این طالبان جمع بشه دیگه مستقیم میریم برای یونایتد اسلامیک ریپابلیک. همونطور هم که میبینید کلی نیرو ریختیم اینجا بالا سر اینا. اینم بر میداریم دیگه مستقیما توتر برن و بزنن این بیشرف ها رو دیگه. و اوکی بچه ها، این هم از طالبان که به پایان رسید. خودمونو میکشیم عقب و میایم بیرون و دوباره منتظر میمونیم تا این نفوذ لعنتی به 70% برسه. جدی این پارت بچه یکی از اون پارت هایی بود که منو پیر کرد. 1 ساعت و 45 دقیقه است که بازیم و هنوز نتونستم این نفوذ لعنتی رو به 70% برسونم و واقعا رو مخه. ولی خب از اونجایی که بهتون قول دادم توی این پارتی این اتفاق بیفته، پس بازم با یه بازی میشینم. ایجنتمونم دستگیر شد. بله، به به، چشممون روشن. ولی خب بچه ها، بعد از کلی بدبختی نفوذمون در این کشورها به اون حد نصاب رسید و داریم یونایتد اسلامیک ریپابلیک رو انجام میدیم. پیر من در اومد. 1 ساعت و 55 دقیقه است که پای این ویدیو هم و مطمئنن الان ویدیومون اصلا به دقیقه 20ش هم نرسیده و واقعا میتونم بگم پیر شدم سر این ویدیو. ولی خب خدا رو شکر داره انجام میشه و امیدوارم در این فاصله هیچ یک از این کشورها وارد جنگ نشه. اینجا پاکستان یه مقدار خطری میزنه، البته که اینا همیشه با هم درگیرن، هند و پاکستان. ولی اگر هر کدوم از این کشورها وارد جنگی بشه تمام پنبه های ما اصلا پنبه میشه. امیدوارم که در این فاصله اتفاقی نیفته. هیچی نمونده تا تموم شدنش. هیچی، ریسرچ همون هم دارن انجام میشن. 10 ثانیه دیگه قراره به هدفمون برسیم. یک جنگ دیگه. توی چین هم داره انقلاب میشه. چی کار دارید میکنید دن سرویس ها؟ فقط امیدوارم این اطرافیون ما وارد جنگی نشن. یه جنگ دیگه، یه جوین دیگه، اصلا یه وضعیت عجیب غریب. ولی الان است که فوکسمون دیگه انجام بشه و به هدفمون برسیم. بچه ها، هدفی که از پارت اول این سری داشتیم، هدفی که 3000 بیلیون تا اینجای کار برامون آب خورده. بچه ها، ما باید یک بدهی به این بزرگی رو پاس کنیم. ولی تمام، این هم از فوکسمون. بچه ها، بالاخره تشکیل شد و کلی فوکس رو هم اتوماتیکلی برامون بایپاس کرد که نایس، خیلی هم خوب.
ولی بالاخره به هدفمون رسیدیم بچه ها، بالاخره. جالب قضیه اینجاست که پاکستان و یمن رو بهمون نداد. البته شاید هم نفوذمون افت کرد که بهمون نداد، نمیدونم. ولی در هر صورت این هم از یونایتد اسلامیک ریپابلیک که میشه گفت یکی از قدرتمندترین کشورها الان به حساب میاد. چرا؟ متشکل از ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و عراق و سوریه و لبنان. حتی حزب اللهی هم دیگه وجود نداره و به ما ملحق شده، که خیلی هم خوب. الان آیه اسرائیل، الان بگو ببینم دوست داری من چیکارت کنم. ولی جالب قضیه بچه اینجاست که رئیس جمهور کشور به این بزرگی احمدی نژاد الان، منپاورمون رسیده به 1 میلیون، کارخونه هامون رسیدن به 401 که دیگه همه کارخونه های این کشور ها ادغام شد، اومد توی دست ما. و اتفاقایی که تا اینجای کار افتاده خیلی جذابه. و خوبی اصلی قضیه کجاست؟ هیچ اعتراضی توی این منطقی که تازه بهمون اضافه شده وجود نداره. افزون بر اون، نیروهای سوریه، عراق، آذربایجان، افغانستان و باقی این کشورها هم الان در اختیار ماست و میتونیم بدمشون دست کماندر و ازشون استفاده بکنیم، که چرا که نه، حتما این کارو انجام میدیم. 44 واحد افغانستان نیرو داره که عدد به نسبت بزرگیه، میدی بهشون دست دوتا کماندر خیلی سری. یه تعداد نیرو هم اینجا آذربایجان داره، اونها رو هم میدیم دست کماندر. سوریه و عراق هم که کلی نیرو دارن، اینا رو باید بچه و پارت بعدی با همدیگه قشنگ و دقیق سازماندهی کنیم. از اون ور نفوذ ما توی یمن به 70% رسیده بود. چرا 10% دوباره اومده پایین شده 60%؟ این عجیبه، این خیلی عجیبه. بچه را یمن به ما اضافه نشد. احساس میکنم بچه چون نظام این کشورها تغییر نکرده بود بهمون اضافه نشد، نمیدونم. ولی از ما هم نمیخواست که نظام عوض کنیم، صرف هم میگفت که آقا نفوذت 70% باشه و نفوذ ما به 70% رسیده بود توی این کشورها. جدی نمیدونم چرا همچین اتفاقی افتاده، ولی در هر صورت من که دیگه به شخص راضیم و زین پس نیاز نیست که استرس این موضوع رو داشته باشیم که الان یه جا ازمون جدا میشه، یکی از پاپتیمون در میاد، دیگه مشکلات رو نداریم. افزون بر همه اینها پارت بعدی میتونیم بریم بالا سر اسرائیل و پدرش رو در بیاریم. اسرائیل، اردن، عربستان، همه این کشورها دیگه جلومون باید گریه کنن. در کل سناریویی که انجام دادیم بچه ها سناریوی به شدت هزینه بری بود. یعنی اگر هدفمون تنوع نبود به هیچ عنوان انجامش نمیدادم. 3000 بیلیون دلار برامون هزینه برداشت. من اینو چجوری میخوام پس کنم؟ من اینو چجوری میخوام پرداخت کنم؟ خیلی کار سختیه. ولی خب بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی قرار برامون بیفته. امیدوارم که بتونیم مشکلاتی که داریم رو حل کنیم. حتما هم پاکستان و یمن رو دوباره من به دست میارم. یمن نفوذمون شده 63%، پاکستان ولی 20% افت داشته هستن. این موضوع خیلی عجیبیه. ولی از این ور کل اروپا هم دارن با هم دیگه میجنگن. آمریکا از اینجا اومده بالا سر روسیه، کلا همه دارن روسیه رو میزنن. و این خبر به نسبت خوبیه دیگه برای ما. بس ببینم. نه، اصلا هم خبر خوبی نیست. اصلا قرقیزستان و تاجیکستان بچه توی فکشن روسیه هستن و اروپا اینا رو هم قرار بزنه. ای کاش میتونستیم نجاتشون بدیم، ای کاش میتونستیم بیاریمشون سمت خودمون. ولی این وضعیت خوبی نیست. حالا بریم جلو ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته. اروپایی‌ها قرار جنگ رو چیکار کنن و برای ما چه انتخابایی قرار وجود داشته باشه. پارت اذیت کننده ای بود برای من بچه ها، اصلا انتظار نداشتم اینطوری بشه. ولی خب هدفمون برای این پارت، هدف اصلیمون یونایتد اسلامیک ریپابلیک بود که میشه گفت تشکیل شد. ولی برای پارت های بعدی اهداف بزرگتری داریم و جدای از همه اینها باید تکلیف یمن و پاکستان رو هم مشخص کنیم. من نمیدونم چرا اینها به ما اضافه نشدن، اصولا بد میشدم. ولی خب در هر صورت دمتون گرم بچه که این ویدیو رو دیدید. اگر بد بود من رو ببخشید، پارتای بعدی واسهتون جبران میکنم. دم همتون گرم، خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی. سی یو.